خدا را شکر مجددا خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و داریم در این برنامه حقایق و برکاتی از کلام, کلام خدا از امار رسولان را با هم مرور می ما در بخش اول شاهد این بودیم که عیسی مسیح به دلایل بسیار جلال خودش را برای شاگرد آشکار کرد اونا رو مجاب کنه که واقعا قیام کرده و عرض کردم که این قیام سنگ بنیادین ایمان مسیحیه به این طریق عیسی مسیح به دلایل بسیار به دلایل غیرقابل انکاری شاگردار را مجاب کرد و آنها با عیسی قیام کرده روبرو شدند و به قیام او ایمان آوردند وقتی آنها به این حقیقت بزرگ رسیدند عیسی مسیح آنها را به مرحله بعدی هدایت فرمود در انظار اونها به آسمان صعود کرد اما فرمود که در اورشلیم بمانید و منتظر پوری روح القدس شوید در اعمال باب یک آیه هشت اینطوری میگه لکن چون روح القدس بر شما میآید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم تمامی یهودیه سامره و تا اقصا جهان به این طریق عیسی مسیح آنها را تشویق کرد که در دعا بمانند و منتظر پوری روح القدس شوند خب در برنامه های گذشته من به این حقیقت اشاره کردم که شاگردها بعد از دیدن صعود ایسای مسیح ها به اورشلیم آمدند و در بالاخانه متحدان در دعا ادامه میدادند روی خدا را می و منتظر وعده ایسای مسیح بودند برای پوری رو, رو و در روز پنتیکاست که پنجاه روز بعد از مرگ ایسای مسیح مرگ و خیام ایسای مسیح روز پنتیکاست واقع شد و روح القدس بر شاگرده اومد و شاگرده که منتظر ایسای مسیح و بعدی او بودند از روح القدس پر شدند اجازه بفرمایید از کتاب امار رسولان باب دوم این بخش را با هم بخونیم ولی قبل از اون که این بخش رو براتون قرائت کنم میخوام ازتون خواهش کنم که در حالی که شما به این برنامه ها وقت میدید و این مطالب رو میشنوید اعمال رسولان را به دقت یک بار دیگه بخونید اگه بارها و بارها خوندید این بار با دیدی تازه و با بررسی نکاتی که بنده با شما تقسیم میکنم به این کتاب نگاه کنید و قلب خودتون رو به روی اون حقایق الهی روح القدس ملکوت خدا و ویژگی های ملکوت خدا و قدرت ملکوت خدا باز کنید و حتما میدونم که شاهد این حقیقت خواهید بود که جلال خدا در زندگی شما آشکار میشه وقایع عظیم و عجیبی که در ما در اعمال رسولان دیدیم در زندگی شما شروع میشه آشکار کردن وقتی ادامه بدید با ایمان و با وقف و تسلیم و اعمال رسولان در زندگی یکی که ما تکرار خواهد شد در کتاب اعمال باب دو کلام خدا اینطوری میگه چون روز پنتیکاست رسید به یک دل در یک جا بودند آنها هنوز در یک دلی ادامه میدادند در اون یک دلی در بالاخانه بودند با هم در دعا ادامه میدادند مواظب بودند با اشتیاق دعا میکردند به کلام خدا فکر میکردند و در عین حفظ اتحاد با خدا وقت میگذرانیدند و میگه به یک دل در یک جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش به دیشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح القدس به دیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند افرادی که در اونجا بودند به خاطر روز پنتیکاست روز عید بزرگ یهودی ها بود از جاهای مختلف از کشورهای مختلف یهودی ها به اورشلیم آمده بودند تا اون روز را جشن میگیرند در نتیجه آنها با زبانهای مختلف از ایران از عربستان در از بخش مختلف یهودی ها آمده بودند که با زبان اون کشورها کاملا آشنا و آگاه بودند و ناگهان کلام خدا میگه که آنها شنیدند که شاگردا به زبانهای آنها اینها را میشنویم که به زبانهای ما ذکر کبریایی خدا میکنند عجیبه پس همه در حیرت و شک افتاده به یکدیگر گفتند این به کجا خواهد انجامید اما بعضی احتضا کنان گفتند گفتند که از خمر تازه یا شراب تازه مست شدند جالبه که هر جا قدرت خدا برکات خدا آشکار میشه عمل روحانی صورت میگیره بیمانی ویژگی های خودش رو آشکار میکنه در ارتباط با مرگ و قیام عیسی مسیح اشاره کردم که نگهبانان رفتند به پیغام قیام عیسی مسیح را با اونا در میون گذاشتند دیدن گفتند که ما در نزد قبر جلوی قبر نگهبانی میدادیم ناگهان وقای عجیبی اتفاق افتاد زلزله حادش شد سنگ قبر جابجا شد و شاید زنان و مسائلی که در ارتباط با فرشتا بود بعضی چیزام هم گوش زد اونها شد همه این مسائل را به سران یهود بردن و خبر دادند اونا به جای توجه به این حقایق و بررسی دقیق تر این حقایق شروع کردند به پوشاندن اون مخالفت کردن و با تمسخر برخ... ب... ب... برخورد کردن حالا اینجا هم پردی رورقدس است افراد استهزاء کنند میگه اینا مستن به جای اینکه توجه کنن چی شده چه خبره اما کلام خدا میگه که پولس در ای که آن روز موعظه کرد گفت اینا مست نیستند ساعت سوم از روزه یهودی ها معمولا از آغاز صبح ساعت یک دو سه تا پایان روز دوازده ساعت حساب میکردند در نتیجه ساعت سوم یعنی ساعت شیش صبح میشد ساعت یک و ساعت سوم یعنی ساعت نه ما محسوب میشه پتروس میگه که ساعت نه صبح در این وقت کسی مشروب نمیخوره مسته نمیکنه و در نتیجه استهزاب و تمسخر شما کاملا بیمورده و او از عیسی مسیح و از قیام عیسی مسیح با اونها صحبت میکنه شاگردا در اون اتحاد منتظر بودن ناگهان اتفاق عجیبی افتاد میگه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید یک صدای قوی مثل باد تندی داشت میوزید آمد به اون خانه ای آنجایی که بودند بالا خانه رو پر ساخت و زبانهای آتش بر هر کدوم از آنها قرار گرفت آتش مثل زبانه بر سر اونها قرار گرفت چیز عجیبی و اونها از روح القدس پر شدند این سراغاز پری روح القدس بود آمدن روح القدس بود سراغاز انجام وعده عیسی مسیح برای روح القدس بود و بعدها این پری رول ادامه پیدا کرد افراد جدید در های مختلف از رول پر شده به زبانهای مختلف صحبت کردند و مطالبی که در زبان های اونا بود چی بود؟ ذکر کبریایی خدا، ستایش خدا، جلال دادن خدا، شکر کردن پولس میگه تو خوب شکر میکنی وقتی به زبان صحبت میکنی خوب شکر کردن عالی شکر کردن بر حسب اراده خدا دعا کردن چیزایی که اون میخواد بر حسب اراده اوست عرض کردم گاهی قد ما دعا میکنیم چیزایی که میطلبیم همش خواسته های ما نیازهای ما 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 در وسط هستیم و تمام چیزها اطراف ما میخوایم که خدا برای ما کاری انجام بده اما دعای وقف شده اینه که بگیم نام تو جلال پیدا کنه اراده تو بیاد وقتی روح القدس میاد میخواد خدا را جلال بده ما را به دعاهای عمیقتر میکشه فراتر از خواسته ها و خواهش های ما تلویدن روی او تلویدن حضور او آشکار کردن اراده او همه اینها مطالبیه که در دعاهای به زبانهای ما صورت میگیره و ما را قویا قلبا هدایت میکنه تا به اون کشف روحانی مکاشفه روحانی مکاشفه اراده خدا برسیم اما شاگردان از روح القدس پر شده پیامد این پری پر از جرأت و اقتدار بود چندی پیش ارز کردم که حدود پنجاه روز پیش ایسا را کشته بودند و همون مخالفین آماده بودند که هر حرکتی را سرکوب کنند به خصوص با اون مخالفت ها دشمنی های که با ایسای مسیح داشتند کاملا ضد شاگردا بودند و هیچ فرصتی نمیدادند به شاگردا و حاضر نبودند بدند اما وقتی روح اومد شاگردا دگرگون شدند دیگه نگران مرگ نگران مسائلی مثل ایسای مسیح مصوب شدن و تکرار بشه نبودن بلکه ایستاده و در اون مجمع عمومی در هیکل در جایی که جماعت برای عبادت جمع شدند اونجا پتروس قوی ترین موعظه را کرد و اعلام کرد که این وعده خداست و مردم را دعوت کرد که به عیسی پسر خدا ایمان بیاورند همون کسی را که چند وقت پیش کشته بودند او عیسی است او پسر خداست و دلایلی از عهد عتیق می آوردند که عیسی قیام کرده خودشون مجاب شده بودند پذیرفته شده بودند باور کرده بودند که عیسی قیام کرده است عیسی قیام, قیام کرده را دیده بودند همان گونه که در باب اول عیسی به دلایل بسیار خود را به اونها آشکار کرد که قیام کرده حالا اونها که مجاب شدند از عهد عتیق حقایقی را از نبوت‌های حضرت داوود ذکر می کنند و به این طریق شنوندگان یهودی که آگاه به عهد عتیق بودند آنها را مجاب می کردند که آنها نیز ببینند عیسی واقعا ایمان ریام کرده و با ایمان به او بتونند حیات جاودان پیدا کنند اما پیغام غریب معیزه عالی و اثرگذار پتروس که اشاره به قیام ایسای مسیح میکرد اشاره به این میکرد که عیسی زنده است باعث شد که افراد دلریش شده ملزم شده و نزد پتروس اقرار کنند میگه چون این پیغام را شنیدن دلریش ریش کشته به پتروس به سایر رسولان گفتند ای برادران چه کنیم؟ چه کار کنیم؟ ما میپذیریم ایسا قیام کرده خواست و انتظار او از ما چیست؟ این عالی ترین چیزیه که میشه سوال کرد چه کار کنیم؟ خدا از ما چه انتظاری داره؟ جوان ثروتمندی با عیسای مسیح روبرو رو شد و به عیسی مسیح گفت که ای استاد نیکو میدانم که تو از جانب خدا هستی چه کار باید بکنم او در نظر داشت که من تمام احکام شریعت کارهای مذهبی رو انجام دادم دیگه چه کار باید بکنم انتظار داشت چیزهای شاید بیشتری به او گفته بشه یا حداقل گفته بشه که تو همه کارها رو عالی انجام دادی اما عیسای مسیح به او اشاره کرد که باید به من ایمان بیاری این برترین هم است عالیترینه. ترینه و در اینجا این افراد دیگه سوال نمی کنه که چه کار دیگه ای انجام بدیم بلکه میگن انتظار عیسی مسیح چیه من چه کار باید بکنم و پتروس به دیشان گفت توبه کنید هر یکی از شما به اسم ایسای مسیح به جهت آمرزش گناهان تمید گیرید و عطای رول را خواهید یافت پس پیغام معزه دلیرانه پتروس که از جانب روح القدس بود قلبها را آماده میکرد ببینید روح القدس از یک طرفی پتروس را آماده کرد پیغام الهی را در قلب او گذاشت پیغامی اثرگذار پیغامی تاثیرگذار مبارک از زبان پتروس جاری کرد از سوی دیگه قلبهای افراد را آماده کرد و جو و شرایط ایجاد کرد که اونا بتونن به عیسی ایمان بیاورند کار روح القدس عجیبه هم در زبان و زندگی گوینده عمل میکنه هم در زندگی شنونده الان وقتی در حضور خدا این کلام را با شما تقسیم میکنم قطعا قدس مسائل را برای من آشکار میکنه و آشکار کرده این حقایق را با شما در میون میذارم میدانم که روح رو القدس در زندگی شما هم درهایی را باز میکنه اشت... اشتیاقی را ایجاد میکنه تا این قلب این کلام به قلب و وجود شما رخنه کنه شما را متحول کنه تا شما را بکشه به حضور خدا و اگه برکاتی دارید اون برکات را بیشتر بکنه ولی اگر با عیسی مسیح هنوز آشنا نشدید شرایط را آماده کنه تا شما مثل همین عزیزان توبه کنید تسلیم عیسی مسیح بشید پس پتروس گفت توبه کنید در یک از شما به اسم ایسای مسیح به جهت آمرزش گناهان تمید بگیرید و روح القدس را خواهید یافت وقتی ما توبه میکنیم تسلیم میشیم تمید میگیریم وقتی عیسی مسیح میشیم آماده میشیم روح القدس در زندگی ما هم رخنه کنه و شرایط, رو، شرایط و میدان را برای حاکمیت و سلطنت او آماده میکنیم و اینجاست که میبینیم کلام خدا میگه که افرادی که شنیدند تمید گرفتند تخمینا سه هزار نفر بودند چه موعظه عالی و مبارکی برای نجات سه هزار نفر چه کار میبایستی میکردن شاگردان چه موعظه میکردن چگونه موعظه میکردن رول قدس بر اونها اومد وعده ایسای مسیح همین بود رول قدس بر شما میاد و شما شاهدان من خواهید بود روح القدس آن کاری را که رسولان قادر به انجام آن نبودند در آنها ایجاد کرد حرفای اونها مویزه های اونها, اونها بدون روح القدس شاید همون کسانی بودند که عیسی را تنها گذاشته فرار میکردند اما الان شاهد قیام شدن اندکی تغییر در اونها ایجاد کرده اما روح القدس اومده و جرأت روحانی در اونها ایجاد کرده و پیغامی در قلب و وجود اونها جاری کرده که مردم را لمس و ملاقات میکنه عزیزان من عیقت شما که وقتی روح القدس میاد در زندگی ما جلال خدا آشکار میشه. غیر ممکن ها در زندگی ما ممکن میشه و درها به روی چیزهای فوق طبیعی باز میشه. امکان کارهای العاده معجزات آشکار شدن قدرت و جلال خدا در زندگی ما آشکار میشه، ایجاد میشه و به این طریق روح القدس میاد و ما را به سوی فوق طبیعی هدایت میکنه. اما چه عواملی برای پوری رودوس رو لازمه ما چطور میتونیم از رودوس رو پر بشیم حقیقتش اینه که با ایمان و اعتماد ساده و کودکانه اعتماد کردن به عیسی مسیح به وعده او ما اشاره کردیم به وعده های عیسی مسیح از روح قدوس، از حمایت هدایت حمایت از شاگردا صحبت کردیم ما در اعمال رسولان میبینیم که چگونه شاگردا طبق وعده عیسی مسیح از روح پر شدند و وقتی در مشکلات و سختی ها قرار گرفتند طبق وعده عیسی مسیح آنها هدایت شدند و در زندان در دستگیری ها عیسی مسیح فرمود که آنها را رهایی میده و آنها را تنها نمیذاره همین کارو کرد او در وعده های خودش امینه و طبق وعده هاش عمل میکنه پس ما هم با ایمان به وعده های عیسی مسیح پر روح را میپذیریم پس اولین قدم ایمان و اعتماد به سای مسیح برای پوری روح القدس اگه در جمع مؤمنین هستید متحدان به حضور خدا برید با هم دعا کنید در دعا مواظبت کردن ادامه دادن مصرانه دعا, دعا کردن با اشتیاق دعا کردن اون ویژگی های از اون ویژگی های لازم برای پریر و قدسه میدونید گرسنگی و تشنگی روحانی اشتیاق اشتیاق برای اعمال خدا دیدن اعمال خدا دیدن جلال خدا راه را برای ملاقات ما برای پری رول قدس برای آشکار شدن حضور خدا در زندگی ما باز میکنه و کلام خدا میگه که روح رو به مطیعان او به شاگردان عیسی مسیح به کسانی که وقت او میشن تسلیم او میشن عطا میشه در نتیجه ما به عنوان شاگردان عیسی مسیح میپذیریم وعده او را و تسلیم او میشیم و آماده میشیم در اون هیته های روحانی قدم برداریم و قدرت روح رو در زندگی ما جاری بشه اما وقتی روح رو رو میاد چه اتفاقایی میفته همین ویژگی هایی که اینجا دیدیم پتروس دلیرانه با دیگر رسولان ایستاد و به جای ترس نگرانی دلواپسی از تهدیدات و از مرگ و از شرایطی که چندی پیش برای عیسی مسیح و شاگردان ایجاد شده بود به جای نگرانی و نگاه به اونها اونها با اختدار تمام کلام خدا را موعظه کردند به ای که این اختدار و تأثیر گذاری باعث توبه سه, سه هزار نفر گشت پس یکی از پیامدهای عالی روح جرأت روحانی قدرت روحانی که عیسی مسیح وعده داد در بخش های بعد خواهیم دید که آیات و معجزات از ویژگی های پری روح القدس و وقتی روح القدس میاد آیات و معجزات ظاهر میشه میدونید وقتی روح القدس میاد ملکوت خدا آشکار میشه یعنی حاکمیت خدا میاد جایی که خدا حاکمه خدا سلطان خدا اربابه در چنین جایی ملکوت خدا برقراره در ملکوت خدا بیماری مرض درد رنج بدبختی چیزای منفی جا نداره ملکوت خدا آرامش سلامتی و خوشی رول قدسه در اونجا شفاها هست در اونجا آزادی هست در اونجا حضور خدا هست در اونجا امنیت هست احساس امنیت میکنی چون خدا حامی و حافظ توست خدای خالق خالق کل هستی و از تو حمایت میکنه پس وقتی پری رول قدس میاد اون حمایت الهی در زندگی های ما آشکار میشه و ما در اون جرأت و اقتدار الهی میتونیم خدمت کنیم در که بهتر کلام خدا برای ما ایجاد میشه رول میاد تا ما را به حقایق کلام خدا هدایت کنه حقایق را به یاد ما میاره همان که پتروس وقتی در خانه کورنلیوس مایزه کرد خدمت میکرد کرد م... کلام مسیر را بیاد آورد که گفته بود که شما به رول قدس تمیت خواهید یافت و دید که اهل اهل خانو... خانواده کورنولیوس همه اونها از رول پر شدند و به این طریق وقتی ما کلام خدا را رو را رو میگیریم کلام خدا را بهتر درک میکنیم مکاشفات و برکات خدا جاری میشه و یکی از ویژگی های بسیار زیبای پر رول جاری شدن فیض است فیض خدا در زندگی ما کارهای عجیب انجام میده قلب های ما را گرم میکنه ما را از محدوده های نفس و خودگرایی آزاد میکنه و ما را وقف ملکوت خدا وقف دیگران وقف کلیسا وقت جهان وقت جا جامعه میکنه تا اونها را خدمت کنیم همان گونه که عیسی جان خودش را داد تا تمام جهان را از گناهش پاک کنه برای بهای گناه همه خون مقدس عیسی مسیح ریخته شده اما کسانی نجات پیدا می کنند که از صمیم دل به عیسی مسیح ایمان می آورند. پس روح القدس میاد تا اون فیض خدا را در زندگی ما جاری کنه تا ما از خود و خواهش های خود بگذریم و بتونیم شاهد ایسای مسیح باشیم و نام او را جلال بدیم اما بعد نیست در این فرصت اجازه بدید یک نکته ای را در رابطه با روح القدس به اون بپردازم که وقتی روح القدس میاد اولین کاری که در زندگی فرق انجام میده ایجاد خلقت تازه است تولد از آسمان تولد از بالا یک تغییر و تحول دگرگونی درونیه که کاملا فرد را به تهارت درونی میکشه و این چیزیه که روح القدس در زندگی افراد انجام میده و وقتی روح القدس میاد ما از آسمان متولد میشیم چشمان دل ما باز میشه از دنیای تاریک به دنیای نور میاییم برای همین کلام خدا میگه که شما فرزندان نور میشوید از ظلمت آزاد میشویم از سلطه شریر به ملکوت خدا میاییم و چنین تغییر و تبدیلی فقط و فقط با رخنه روح خدا در قلب و وجود ما امکان پذیره انسان نفسانی قادر نیست با خدا وارد بشه ولی وقتی فروتن میشیم تسلیم میشیم میدان را برای روح القدس باز میکنیم روح القدس میاد و دنیای درونی ما را احیا میکنه قلبی تازه به ما میده روحی تازه در ما ایجاد میکنه و روح ما که خونسا شده بود مرده بود نسبت به خدا بی تفاوت بود احیا میشه زنده میشه و وارد یک ارتباط روحانی با خدا قرار میگیریم و در دستای مقدس او عاملی میشویم برای جلال دادن نام خداوند پس ببینیم که وقتی روز پنتیکاس رسید شاگردان با هم متحد بودند در دعا بودند و اون جلال عالی آسمانی رولادوس آشکار شد مانند صدای قرش وزیدن باد و زبانه های آتش آنها را مملو از رولادوس کرد و آنها در قلب وجود خودشون جرأت بیمانندی را احساس می کردند و با همون جرأت و اقتدار و هدایت رول کلام خدا را موعظه کردند حقایق روحانی را در رابطه با مرگ و قیام عیسی مسیح تفسیر کردند و همین باعث شد که بسیاری ایمان بیاورند و قلب خودشون را به عیسی مسیح بسپارند برادر خواهر عزیز من وقتی ما هم اینطوری قلب خود را به روی رو, 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 رو باز میکنیم و فرصت میدهیم به رو, رو خدمات ما زندگی ما اثر بخش میشه کاری که خدا قادر در زندگی ما انجام بده فوق از تصور ماست گاهی اوقات نمیتونیم تصور کنیم ولی وقتی میدان را برای روی رو باز میذاریم کارهای غیر ممکن ممکن میشه چیزهای سخت به راحتی حل میشه اما غیر ممکن ها هم ممکن میشه و همان گونه که عرض کردم در اعمال رسولان خیلی غیر, غیر ها رو ممکن میبینیم دیدیم که جمع شاگردا با هم از زندان آزاد میشن امکان نداشت بدون دست دخالت دست انسانی تمام درهای آهنین بسته ولی شاگرد ها از اونجا برداشته میشن در هیکل قرار میگیرن و به اونها گفته میشه که کلمات حیات بخش را در محل عبادتگاه یهودیا به همه مردم اعلام کنید این چه کار عجیبیه و این اون غیر ممکن که ممکن میشه پتروس در زندان بود کشیکچیا در اطرافش قرار بود روز بعد ادام بشه فرشته خدا میاد و را آزاد میکنه فیلیپ در سامره خدمت میکنه روح خدا رو بر میداره ناگهان در اشدود ظاهر میشه و اونجا خدمت میکنه گاهی اوقات این حقایق سخت باور کردنش ولی این حقیقتی مسلم که وقتی روح خدا میاد در زندگی ما کارهای فوق طبیعی صورت میگیره کارهای خارق العاده ظاهر میشه از معجزات شفاها اعمال عجیب خدا کار رهایی بخش خدا و معزه کلام در بین افرادی که مخالفان بودند اما سه هزار نفر ایمان بیاورند یکی از همون معجزات و یکی از اون کارهای غیر ممکنی بود که ما میبینیم ممکن میشه پس دوست و برادر و خواهر عزیز من وقتی قلب و روح خودتو به روی روحالقدس باز میکنی منتظر روزهای تازه ای باش روزهای حیجان زده ای باش کارهای فوقالعاده کارهای تازه کارهای جدید کارهایی که قبلا در زندگی صورت نگرفته و نتایج اون باعث حیرت تو میشه راستش اینه که من حدود چهار پنج ماهیه بعد از روز پنتیکاست سال گذشته من در کلیسای خودمون در ارتباط با کتاب امار رسولان و که با شما در میون میذارم مایزه میکردم در لابلای همین خدمات موع گای و موعظات هدایت های خاصی از رو، رو، روح داشتم که خیلی عجیب بود و اگر فرصتی شد بعدا شهادت های از اون را با شما در میان خواهم گذاشت و خدا رو شکر میکنم که این تقایق این برکات برای همه ما برای تمام کسانی که قلبشون رو به روی باز کنند مهیا شده خیلی متشکرم از توجهتون به این برنامه خدا شما را برکت بده تا فرصت دیگه شما را به خدا میسپارم خیلی ممنون خدا نگهدار شما